بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. سلام، وقتتون بخیر دوستان عزیز و همراهان برنامه معراج. الحمد لله یک روز دیگر میتونیم از تلویزیون امام حسین علیه السلام در خدمت شما عزیزان باشیم با برنامه معراج. اینکه الان دست ادب به سینه میگذاریم و سلام میدیم ان شاء الله، یعنی اینکه ما در شب زیارتی سید الشهدا علیه السلام دعاگو و نوبه زیارت شما عزیزان خواهیم بود. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتك. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یک سلام مفصل ان شاء الله خودتون هم از نزدیک بتونید عرض ارادت کنید. انشاءالله در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد بهرمن هستیم و از حضورشون فیض میبریم. سلام علیکم جناب. سلام، خیلی خوش اومدید. سلامت باشید. محضر همه بینندگان محترم سلام عرض ادب دارم و انشاءالله به زودی های زود زیارت آقا امام حسین علیه السلام نصیبشون بشه انشاءالله. ممنونم از دعاتون و حضورتون. دوستان عزیز انشاءالله میتونید همراه ما باشید با برنامه معراج، روایت آقای امام رضا علیه السلام رو ببینیم و انشاءالله جناب استاد بهرمن بسم الله بگن برای درس این برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله. در زمان حضرت جواد علیه السلام مناظراتی منعقد شد. یک قسم از این مناظرات برای با کسانی بود که در مسئله امامت حضرت جواد علیه السلام قدری شک و تردید داشتند. برای اینکه اینها از این شک و تردید نجات پیدا کنند، حضرت با اونها چیکار کردند؟ مناظراتی انجام دادند. قسم دوم از ناحیه دوستان بود، از اونایی که شیعه خالص حضرت جواد علیه السلام بودن. اینها برای زیادی معرفت و زیادی آشنایی با امام جواد، فضائل امام جواد، مناقب امام جواد علیه السلام، احکامی که از محضر امام جواد علیه السلام صادر میشد، برای زیادی معرفت اون مناظرات را داشتن با حضرت جواد علیه السلام. قسم سوم مناظراتی بود که سلطان وقت، خلیفه وقت و حواشی او منعقد ساخته بودند به این امید که شاید جایی حضرت جواد علیه السلام را گیر بدن و از شأن حضرت جواد سلام الله علیه در ملأ عام کاسته بشه، به خیال خودشون، به گمان خودشون، در حالی که حضرت جواد علیه السلام نور خدای تبارک و تعالی، یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون. بله، در بعضی از روایات دارد که شیعه ها از نواحی مختلف سرزمین اسلام و اون زمان جمع شدن محضر آقا امام جواد علیه السلام، مجلس مهمی منعقد کردن و آقا حضرت جواد با اینکه سن مبارکشون متجاوز از 10 سال بیشتر نبود، در یک مجلس به 30,000 مسئله، نه 3,000، به 30,000 مسئله پاسخ دادن. این روایت رو بعضی حمله به مبالغه کردن، گفتن این مبالغه است، چطور ممکنه توی یه مجلس حضرت جواد علیه السلام
به 30,000. حالا یک کسی بگید مثلا 1,000 تا، 2,000 تا، 3,000 تا، اما 30,000 مسئله در یک مجلس آقا حضرت جواد علیه السلام پاسخ گویش باشد، این چگونه امکان پذیره؟ لذا آمدن حملش کردن بر چی؟ بر مبالغه. بل. که باید بگیم این حرف حرف درستی نیست، چون اصل اولا عدم مبالغه است. امام علیه السلام در مقام بیان بقایع امور مجلس، از منظور از مجلس واحد، نمد واحد مکانی. بله. یعنی مادامی که این شیعهایی که از همه نقاط جمع شده بودن، مادامی که سوال داشتن، حضرت پاسخگوی سوالهای اونها بود. ولی اون که این مجلس یک هفته زمان بود، زمان ببره، یک ماه زمان ببره. بله، سوالهایی را جمع کرده بودن، تا وقتی که سوال داشتن حضرت جواد علیه السلام پاسخگوی این سوال ها داشتن، ولو چندین روز زمان ببره، زمان برده باشه. بله. ببره. سلطان وقت یعنی مأمون عباسی و حواشی او برای شکست دادن حضرت جواد علیه السلام اومدن چیکار کردن؟ یه مجلسی را مرتب کردن و بزرگترین عالم زمان را، عالم دربار زمان را به نام یحیی ابن اکثم را وعده گرفتن در اون مجلس. بهش هم دستور داده شد که برو سوالهای مهم را انتخاب جمع و جور کن. بله. و در حضور همه با جواد الائمه علیه السلام چکار کن؟ مناظره کن، بحث بکن، تا میزان علمی جواد الائمه 10 ساله علیه السلام برای مردم اون زمان چه بشه؟ مشخص بشه، معلوم بشه و مشخص بشه که حضرت جواد سلام الله علیه به تمام سوالهای اینها پاسخ دادن. سوالها خیلی سخت بود از حیث سیاسی، سوالهای دینی نبود، سوالهای خالص دینی نبود، جنبه چی داشت؟ جنبه سیاسی داشت. محضری بود که اکثریت عمری بودن و عمر را به عنوان خلیفه رسول خدا می شناختن و سوالات در مورد عمر و ابوبکر بود و پاسخ دادن به چنین سوالهایی برای حضرت جواد علیه السلام از نظر سیاسی سخت بود، دشوار بود. ولی آقا امام جواد با تمام صراحت به این سوال ها چیکار کردن؟ پاسخ دادن. اولا یه قاعده مهم را در پاسخ برای ما تأسیس کردن. با اون قاعده اینه که هرگاه خبری از ما به شما برسد و شما صحت و سقم این خبر را و این حدیث را ندونید، از کجا بفهمیم این حدیث حدیث درستیه یا حدیث نادرستیه؟ یک معیاری را آقا جواد الائمه سلام الله علیه برای تشخیص و فرق گذاشتن بین صحیح و سقیم یک روایت تحویل ما دادن تا این روایت کاملا مشخص میشه. ثانیا فضائلی که دیگران برای ابوبکر و برای عمر نقل میکنن، فضائل که خلافت این دو نفر را بر اساس اون فضائل میدانن، اول برای این دو نفر چی میکنن؟ فضیلت نقل میکنن. پس چون دارای فضائلن، بنابراین شأنیت خلافت را هم دارن، پیدا میکنن. جواد الائمه سلام الله علیه در این مناظره چیکار کردن؟ ریشه این فضائل را از بین بردن. فضائل که رفت کنار، دیگه اینا حق خلافت و حق زمامداری را نخواهند داشت و زمامداری اونها جز زمامداری غاصبانه چیز دیگری باقی نه. بله نمیماند.
ابتداعا خود این یحیی ابن اکثم از محضر جواد الائمه علیه السلام بله سوال کرد، عرض کرد آقای ابن رسول الله درباره این روایت و درباره این خبر چه میگویید که وقتی جبرائیل محضر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نازل میشد عرض میکرد ای محمد، خدای عز و جل محضر شما سلام میرساند و میفرماید از ابو بکر سوال کنید، آیا ابو بکر از من خدا راضیه یا راضی نیست؟ این حدیثیه، بله این حدیثیه که این آقایان در کتابهایشون برای فضیلت کردن ابو بکر به عنوان فضیلت برای ابو بکر از قول پیغمبر اکرم که خدا راضی هست، بله آیا راضی هست ابو بکر از خدا، خداوند یعنی ابو بکر از دست خدا رضایت داره یا رضایت نداره. این ببینید یک سوال سیاسیه و پاسخ دادن صریح به آن قدری چیه؟ مشکل سازه برای حضرت جواد علیه السلام. بلد. امام جواد با کمال صراحت بهش فرمودن صاحب این خبر باید توجه بکند به فرموده آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در روز غدیر در حجت الوداع که فرمود مردم دروغگویان نسبت به من زیاد شدن و بعد از من هم زیاد خواهند شد، بعد از من عده میان و به دروغ روایاتی رو از قول من برای شما مطرح میکنن. فرمود هر کسی از روی عمد دروغی را به من نسبت میدهد شما خبر او را عرضه کنید بر قرآن و عرضه کنید بر سنت قطعیه، اگر این خبر موافق کتاب الله باشد قبول کنید و اگر چنانچه موافق نیست او را بزنید کنار و وای به حال کسی که نسبت دروغ به من رسول الله بده. و فرمودن این خبر اصلا مطابق کتاب الله نیست، مطابق قرآن کریم نیست. یحیی ابن اکثم عرض کرد چطور مطابق با قرآن نیست؟ فرمودن مگر این آیه به گوشت نخورده؟ خدای عزوجل در سوره مبارکه قاف آیه 16 فرموده ولقد خلقنا الانسان، ما انسان را آفریدیم و نعلم ما توسوس بهی نفسه، وسوسه قلبش را هم ما ازش با خبریم و نحن اقرب الیه من حبل الورید، از حبل الورید از شاهرگ حیاتی او بهش نزدیکتریم. و خدا چطور نمیدونه آیا ابو بکر از دستش راضیه یا راضی نیست؟ چگونه این مطلب بر خدا مخفی بمونه؟ بله که باید از ابو بکر سوال بشه. بنابراین پنهان بودن رضایت ابو بکر از خدای عز و جل برای پیغمبر اکرم یک امر محالیه بر اساس این آیه کریمه. بله. یحیی ابن اکثم ساکت شد، نتونست دیگه پاسخ بده. سوال دومی را مطرح کرد، گفت ابن رسول الله روایت شده که روایت فرموده مسئله ابو بکر و عمر مسئله جبرائیل و میکائیل هستند. حضرت در پاسخ این سوال فرمود این حدیث هم مورد ایراده، این حدیث هم مورد اشکاله. چرا؟ چون هیچ وجه تشابهی بین اینها نیست. جبرائیل و میکائیل اینا معصوم بودن، مشرک نبودن، هیچ وقت معصیت خدا را مرتکب نشدن، در حالی که این دو نفر که تو اسم آوردی اینا مشرک به خدای عز و جل بودن، اگرچه بعدش به ظاهر چی شدن؟ مسلمان شدن، اما اکثر روزگار عمرشون
در برابر بت‌ها سجده کردند. چطور مسئله دو نفر که قبلا سابقه شرک داشتن، اینا همچون دو ملک مقرب جبرائیل و میکائیل باشن؟ این دروغش کاملا آشکاره. اینجاست که باید انسان با وجدان و انسان با انصاف اینجا باید قضاوت بکنه. به اتفاق همه مسلمین، آقا امیر المؤمنین علیه السلام لم یشرک بالله طرفت عین ابدا. و باز به اتفاق مسلمین، عمر و ابوبکر مدت زیادی از عمرشون مشرک بودن. چگونه مشرک را مقدم میکنن؟ مشرکی که سابقه شرکی داشته، اگرچه الان مسلمان شده، چگونه او را مقدم بکنن بر کسی که هیچ وقت در برابر بت‌ها سجده نکرده؟ واقعا این یک مسئله چیه عجیبیه که مسلمان‌ها باید پاسخگوی آن باشن. چرا مسلمان‌ها این عقلشون رو به کار نمیگیرن و چرا جمود کردن بر این مسئله بدون اینکه مسئله رو خوب بررسی کنن و تحقیق کنن، بیان به دروغ چنین روایت رو جعل بکنن که مسئله این دو مسئله جبرائیل و میکائیل؟ یحیی ابن اکثم سؤال دیگری رو مطرح کرد. شاید نقشه بوده این یحیی ابن اکثم این سؤال ها رو مطرح کنه تا اهل مجلس متوجه بشن که دینشون یک دین مزیفه، یک دین ساختگیه و بیخودیه. یحیی ابن اکثم عرض کرد یا ابن رسول الله، این دو نفر یعنی عمر و ابوبکر سرور پیران اهل بهشت هستند در مقابل سید شباب اهل جنت. فرمود صدور این روایت از پیغمبر اکرم باز عقلا محاله. چرا؟ چون اهل بهشت طبق روایاتی که ما داریم، اهل بهشت تماما بله جوان هستند و حضرت در اون مجلس نشون دادن که این حدیث را بنی امیه جعل کردن در مقابل فرمایش مشهور آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جنه. اینها بنی امیه مقابل این حدیث اومدن این حدیث را به دروغ وضع کردن و جعل کردن که عمر و ابوبکر دو سرور پیران اهل بهشت هستند. سؤال دیگری مطرح کرد یحیی ابن اکثم، عرض کرد آقا روایت داریم که عمر سراج و اهل الجنه، چراغ اهل بهشت عمر ابن الخطابه، یعنی نورانیت اهل بهشت توسط عمر ابن خطاب. فرمودن این هم عقلا محاله. چرا؟ چون شما ببین در بهشت کیا زندگی میکنن؟ بله. در بهشت ملائکه مقربین حضور دارن، ملائکه مثل جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اینا حضور دارن. حضرت آدم سلام الله علیه حضور داره، حضرت خاتم سلام الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین حضور دارن، تمام انبیا، تمام مرسلین حضور دارن و بهشت منوره به انوار این پاکانه. چطور اینها نور بهشت نشدن؟ عمر ابن الخطاب شده چی؟ نور اهل بهشت. خود عمر هم به این فضیلت برای خودش قائل نیست. یه چیزی بگید که خود صاحبش هم این را بپذیره و قبول کنه. بله، یکی دو دقیقه جواب سوال. بله. یحیی ابن اکثم یه سوال دیگری مطرح کرد. گفت ابن رسول الله میگویند سکینه و آرامش بر زبان عمر ابن الخطاب جاری بود. چه خبر بوده از این؟ بله. فرمودند نزد شما اهل تسنن ابوبکر افضل از عمره. بله، و او روی منبر میگفته، ابوبکر وقتی میرفته منبر روی منبر میگفته
ان لی شیطانا، من یک شیطانی دارم که مرا دائما وسوسه میکنه و بر من مسلطه. ابو بکر که افضل از عمره میگه شیطانی دارم که دائما مرا وسوسه میکنه. خب چگونه این صاحب آرامش و سکینه نبوده، اما عمر صاحب آرامش که بعدش بله و سکینه بوده، و این حرف حرف درستی نیست و جعل کردن و نسبت دادن این را به وجود مبارک آقا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خلاصه در اون مجلس که در حضور علما بوده، در حضور فرماندهان بوده، در حضور ارکان دولت اون زمان بوده و عمدشون اینها بکری بودن و عمدشون عمری بودن، متوجه شدن اون فضائلی که در کتاب ها در مدح این دو نفر گفته شده هیچ کدوم اساسی ندارد و این فضائل فضائل جعلیه برای تثبیت خلافت غاصبانه اونها بوده. و حضرت جواد با کمال شهامت با صراحت تمام این فضائل را رد کرده. رد کرده. سلام الله علی جواد الله. خیلی ممنونم از دست شما. خیلی متشکرم. دوستان عزیز انشاءالله بفرمایید میان برنامه، بعد از میان برنامه سوالات شما عزیزان را از آقای بهره‌مند می‌پرسیم. وقتتون بخیر دوستان عزیز و همراهان برنامه معراج. 2064-773-0304-314 شماره ارتباط شما عزیزان با برنامه هست. از طریق تلگرام و واتساپ میتونید سوالات خودتون رو فقط به صورت پیام برای ما بفرستید. دوستان عزیز که با ما تماس میگیرن مواجه میشن با جواب ندادن، قانون ما در این برنامه این است که این شماره فقط برای پیام های شما عزیزان هست، حالا پیام ها صوتی هم باشه ایرادی نداره. در خدمت شما عزیزان هستم انشاءالله با سوالات این برنامه و سوالاتی که برای امروز انتخاب شده. بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده بزرگواری گفتن سلام، من هر وقت قرآن ختم می کنم مقداری پول کنار می گذارم، آیا میشه این پول ها را به همراه صدقه به انسان های نیازمند داد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بله ایرادی ندارد، میتونید انسان را به عنوان صدقه و به عنوان هدیه و افراد نیازمند محتاج میتونه بین اونها تقسیم کنه. چه ایرادی نداره. بله. سلام علیکم، توسل به معصومین علیهم السلام باید چگونه باشه؟ اولا باید نسبت به مقام معصومین علیهم السلام انسان معرفت داشته باشه. بله. بفهمه کیا را واسطه قرار دارد میده بین خود و بین خدای خودش تبارک و تعالی. قبل از توسل به اون حضرات روایت دارد که انسان استغفار کنه، توبه کنه از گناهانش تا با قلب پاک این توسل چه بشه انجام بگیره. اگر از کسی حقی به گردنش هست اون حق را چکار کنه؟ اول ادا کنه تا توسل او توسل درستی باشه. قبل از توسل ذکر بگه تا دل او کاملا قبل از توسل آماده توسل بشه و بهترین ذکر ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله اگر توفیق پیدا کردن این ذکر رو در عصرهای پنجشنبه، روایت دارد دو ملک میان به زمین بعد ظهر پنجشنبه تا غروب روز جمعه، تنها ذکری را که از روی زمین بر می‌دارن و می‌برن به طرف آسمان
ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد، این میتوند عامل مهمی باشد برای نحوه توسل به حضرات معصومین پاک علیه السلام. متشکرم. بیننده عزیزی پرسیدن که سلام، در وضو چند بار دست را باید شست؟ قبل از نیت وضو هرچی دست را بشورید هیچ اشکالی ندارد، کار به وضو ندارد. قبل از اینکه نیت بکنه دست خودش را 5 مرتبه 10 مرتبه هرچی میخواد دست خودش را بشوره. اما به نیت وضو مرتبه اول واجب، بله، مرتبه دوم مستحبه و بیشتر از این دیگه جایز نیست. پس فرق میکنه که ما به نیت وضو رو دستمون آب بریزیم و دست رو بشوریم، بله، یا به غیر نیت وضو. به غیر نیت وضو هرچی میخواد آب بریزه، بله، و اما اگه به نیت وضو باشد شستن دفعه اول واجب و شستن دفعه دوم مستحب است و دیگه بیشتر جایز نیست. متشکرم. با سلام و خدا قوت، حدود 5 سال پیش به مشهد مقدس مشرف شدیم و بعد ندانسته و سهوی جانماز و هتل را درون چمدانمان قرار دادیم. وقتی رسیدیم منزل متوجه شدیم و تا الان سعادت رفتن و مشرف شدن به مشهد مقدس را پیدا نکردیم. چه باید کرد؟ چون صاحب این جانماز مشخص و معینه، باید به هر صورتی جانماز به دست صاحبش برسه یا ازش حلالیت بخواییم، زنگی بزنیم، تلفن بزنیم، پیغام بدیم براش، بله، که آقای همچین اتفاقی سهوان بله صورت گرفته، شما یا ذمه ما رو بری کنید یا صبر کنید، هر وقت مشرف شدیم مجدداً برای زیارت حضرت رضا علیه السلام با خودمون بیاریم، با خودمون دوباره مشهد مقدس بیاریم. خلاصه چون مالک خاصی داره باید به صاحبش اطلاعاتش برگرده. خب به عنوان آخرین سوال همین سوال رو بپرسم انشالله. سلام، ما و شعیر را آقای شیرازی فرمودن خوردنش حلال است، ولی آقای وحید احتیاط میکنن در مورد دلستر، وظیفه ما چیست؟ بین این دوتا فتوا، بله، البته اولیش فتواست دومیش احتیاط، بین این دوتا مسئله اختلافی نیست. خب طبق فتوای آیت الله شیرازی انسان ماء الشعیر را که در طب ازش استفاده میشه، بله بله، استفاده درمانی داره، بله، استفاده درمانی براش داره، ولی بنابر نظریه آیت الله وحید احتیاط کنه دلستر را استفاده نکنین. فرق بگذاریم بین ماء الشعیر و بین دلستر اگر اینا با هم یکی نیستن، یک ماده نیستن، نباشن، و اگر یکی هن کلا احتیاط کنه انسان، بله، باب احتیاط، بله، باب احتیاط همیشه برای انسان بازه و از یک مایع دیگری انسان استفاده کنه برای درمان. بله، خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای بهرمند. از شما عزیزانم ممنون و متشکرم به خاطر انتخاب و تماشای این برنامه. انشالله شب زیارتی سید و شهدا علیه السلام دعاگو و نایب زیاره شما عزیزان هستیم. محضر سید و شهدا علیه السلام و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام، و دعا میکنیم انشالله به زودی شما عزیزان مشرف شید برای زیارت. یا علی، خدا نگهدار، خسته نباشید، سلام.